از خوب برنامه اکسیژن در بحث این هفته روی موضوع بسیار جالب و مهم اسهال چیست و چگونه چی ایجاد میشه که برای بحث بیشتر این موضوع در استودیو با خود احمد رشاد نستیار متخصص داخلی اطفال با خود داریم که در آغاز خوش آمدید در برنامه دکتر سپسا سلام به شما و همکاران و دوستان برنامه خوب اکسیژن از تلویزیون جهانی آرزو و همچنان یک سلام و احترامات تقدیم بیننده های عزیز که همین اکنون ما رو تماشا میکنند ممنون سلامت باشین دکتر صاحب واجهی که همه با او آگاهی دارن یعنی آشنایی دارن اسحال اما بازم بیشتر از شما خواهیم بپرسم که اسحال چیست و چگونه در بدن ایجاد میشه و باعث آفت ها و مشکلات در نزدک شخص میشه بسیار خوب همه والدین میفهمن که زمانی که طفلشان یک دفع مواد غایتی آبگین پیدا میکنه فکر میکنن که دچار مریضی شده امی مریضی عنوانش اسهال است اسهال یا دیاریا برش میگیم عبارت از دفع مواد غایطه یا دفع مدفوع که نرم یا آبگین بوده باشه سه مرتبه یا بیشتر از سه مرتبه در 24 ساعت و یا یک مرتبه به اندازه آبگین بوده باشه که شیپ یا شکل ظرفی که دو قرار میگیره بگیره ایره نزد اطفال اسهال گفته میشه خب اسهال چطور به وجود میه؟ از خود یک تعداد فاکتورهای های مساید کننده داره یا عوامل مساید کننده زمین اساس برش می باشه و یک عامل سببی شست یعنی اینمی عوامل مساید کننده زمینه رو برای عامل سببی مساید می تایی که نزد اطفال اسهال ایجاد بکنن عوامل مساعد کنندش میتونه که یک سطح دانش پایین مادرها بوده باشه تغذیه نادرست اطفالشان بوده باشه بخصوص اطفال زیر ششما که باید بخصوص با شیر مادر تغذیه شوه اینا یک تعداد مادرها کوشش نمی کنن که با شیر خود تغذیه بکنن و با شیر خشک تغذیه میکنند که ای خودش اونمو انتیبادی ها یا مافیت هایی را که خود شیر مادر داره و مزایی را که شیر مادر داره و بخصوص شیر مادر که غنی هست تمام مواد غذایی اساسی و کمکی هست که از جمله اساسیش خود اونمو شهمیات و پروتین و کاربایدرت که لازم است و همچنان مواد کمکی که از جمله ویتامین ها و منرال ها در بدن می باشه که غنی از است و دوم دیگه یکی یک شیر خوب آماده شده می باشه بله و هم از لحاظ درجه حرارت بسیار خوب مناسب است به می خاطر اینمی تغذیه نادرست که بخصوص اطفالشان از زیر شش ماه با شیر مادر تغذیه بکنن با شیر خشک تغذیه میکنن که یک زمین اساس برش بوده بله. و دیگه خود یک حالات غیر صحی <applause> یعنی مرات نکردن حفظ الصحه چی فردی بوده باشه و چی اجتماعی بوده باشه و که از جمله فردی میتونه که حتی خود مادر که غذا بر اطفال خود تهیه میکنه و قبل از غذا دستا با آب صابون شسته شوه تا ای که غذا صحی شوه و دیگه یک تعداد استفاده خود غذاهای شب مانده است و <applause> قرار دادن خود مواد غذایی است در مقابل گرد خاک است و میتونه که آب آشامیدنی رو که بعد اطفالشان استفاده میکنن شاید سیهی نبوده باشه و یا که از های سرباز استفاده میکنن اینا کلش زمین اساس بر عامل سببی است چرا؟ به خاطر که عامل سببی که اسهال ایجاد میکنه در خاک آب هوا وجود داره دقیقا دقیقا. پس زمانی که افزال همه هم راحت نشه میتونه که امی عامل سببی وارد مواد غذایی شه و از طریق ازی طفل مصاب بسازه عامل خب سببی ازی یک مایکرو ها یا منوز موجودات کوچک زربینی گفته شده تنها این نیست حتی میتونه که خود غذا از جمله پرخوری است از جمله کمبود مواد غذایی است از جمله آلرژی یا تسممات یا حساسیت ها در مقابل مواد غذایی میتونه عامل سببیش باشه حتی میتونه عامل سببیش استفاده خودسرانه سرانه هسته هست یک تا که میتونه اسهال ایجاد بکنه خب عامل سببی که از جمله مو انتانات یا مایکرو ارگانیسم ها میتونه باشه در قدم اول ویروس هاست که انواع ویروس ها از جمله روتا ویروس و ویروس اینا می باشه خب او بحث مسلکیش می باشه و اکتداد خود فنگس هاست ها پرازیت هاست ها و اکتداد ها هستن که نمی در آب و خاک و هوا که اینا وجود داره با مرات نکردن حفظ السه میتونه که عامل سببی شه تشکیل بده وقتی یک شخص مسا به اسحال می با کدام اعراض و علائم زیاتر شکایت می یعنی وقتی که یک شخص اسحال می داشته باشه نزد دکتر میره شکایت امدهش از چی می باشه؟ شکایت عمده که والدین می داشته باشه به با دکتر امی دفع مواد غایتی نرم یا آبگین می باشه <applause> بعضا اینا به تعداد دفعاتش فکر نمی کنن یا به خود اما قوامش فکر نمی که نرم است یا آبگین است <applause> میگه طفل ما چهار یا پنج بار در 24 ساعتی دفع مواد غایطه می کنن. باز از پیش که پرسان شوه آیا چه رقم سخت است نرم است میگن که یا نرم یا آبگین است که خودش نگران کننده است یکی از شکایات بارزی است که ما والدین شکایت میکنند بله. در از یک دا دا شکایات دیگر را میکنه که طفل در پلی حال میتونه تب داشته باشه میتونه استفراغات و دلبدی پیش موجود باشه بله. حتی انتفاخ یا خود پوندیدن بطن خود بطن میتونه باشه پیشان حتی بعضا تشناج یا اختلافات یا شخماندگی رو میکنه که پیشرفت مغفلتشان از اون است و که علایم پیشرفته ایجاد بکنن دقیقا شما در رابطه به اینکه گفتین اراز علایمی که داشته باشه با انتفاق بعدن درد و تب همزمان از نظر شما یا بهتر بگوین که کدام اطفال بیشتر باید سرش تاکید و خصوصا در حفظ مراقبت و خصوصا در شفاخانه بستری شود که از نظر نوع اسهال هم اگر بگوین که چند نو شدید و یا مزمن چی نوه داره؟ زیاد که جدی باید بگیریم امو کتاب های جوانی هم گفتن که زیر پنج سال اطفال زیر پنج سال زیاد جدی گرفته شود صحب. و باز بخصوص اطفال زیر دو سال جدیتش زیاد است چرا که سالانه تقریبا دو میلیون طفل در جهان از باعث اصحالات به با کام مرگ کشانده میشن که از این جمله تقریبا 75-80 فیصد از اطفال زیر دو سال تشکیل میتن پس به می خاطر اطفال زیر پنج سال و بخصوص زیر دو سال زیاد جدیت گرفته شود در برابرش که مهم. اگر چنین اراز علایم را پیشان میبینن آجل پیش دکتر یا کلینیک سیهی نزدیکشان مراجعه بکنن تا ای که مشکلشان رفت شود و کدام اطفال باید اینان نگران شود که باید اطفالشان باید در شفخانه بستری نگاه بکنن گفتن بخصوص اطفال که زیر دو ماه میباشه و اطفالی که در پولی اسهالاتش استفراغات متکرر داره تب بلند داره حتی پیششان تشنج و نمو اختلاجات پیششان موجود می باشه اینی اطفال باید در شفخانه بستری باشن بسیار خوب اسهال خودش میتونه که ساری باشه چون یک از نگرانی هایی که در نزد فامیل ها وجود داره همی هست در یک خانه وقتی یک شخص مصاب میشه به اگافت نگران از این میشن که به شخص دیگری نیز انتقال کنه آیا همیشه این اتفاق افتاده و سوال های نیز نزد فامیل ها و خصوصا مادرها ای وجود داشته که آیا اسهال میتونه ساری باشه بله بله اسهال ساری بوده میتونه چرا به خاطر که بیشترین عامل سببی از ویروس ها تشکیل میده پس میتونه که یک دست آلوده یک مواد غذایی آلوده یک شخص منتن با ویروس ها ویروس های که اسهال ایجاد میکنه میتونه به یک شخص دیگه یا به یک طفل دیگه سرایت بکنه اه اه چرا که ما گفتیم بیشتر تقریبا 75 الی 80 درصد واقعات یا 70 فیصد واقعات اسهال عامل سببیش ویروس ها بوده میتونه و تقریبا در امی 36 درصد مرگومیری که از باعث اسهالات ایجاد میشه عامل سببیش اسهال هسته و طریق سرایت از غایتی فمی غایتی باشن. یعنی محب ای که میتونه که با طفل که مساب با اسهال است ویروس را یا باکتریایی که با او منتن شده ای را با مواد غایتی خود دفع بکنه و این مواد غایتی را مادرها بعضا پمپرس ها و یا را میگیرن و در جای مناسب تا این که در داری میره و نگهداری نمیشه ای در فضا پخش میشه پس دوباره از طریق فضا یا از طریق, از مگس هایی که بخصوص به انتشار میکنن یه انتشار میکنه بالای مواد غذایی یا بالای طفل دیگه که دستش با مسائلی شده. که بله. ملبس شده با او آلوده میشه و می است که با شخص دیگه است از طریق فمی باده سالوده به دهن میکنه مواد غذایی رو به دهن میکنه میست که باز انتقال, بکنه خب در رابطه به اینکه که اصحال یک آفت است که گفتین چگونه سرایت میکنه در رابطه به اینکه وقایت چیگونه شوه یا میتونیم که از اصحال پیشگیری و مادران بفهمن که یک شخص که یا طفل که در خانه هست پیش از که مصاب به اصحال شد جلو جلوگیری شد و در رابطه به اینکه آیا تا هنوز کدام واکسین در رابطه به اینکه که بتونه از اسهال جلوگیری کنه ایجاد شده در برنامه های صحت ها ما وجود داره بله همی که گفتیم عوامل مساعد کننده را پیش تذکر شدیم اونم را اگر وقایع اگر جلوگیری از امو عوامل مساعد کننده شو میتونه که اسهال جلوگیری شود یا میتونم به صورت وقایعی پیش طفلشان ایجاد شود از جمله راههایی که جلوگیری میتونن امو هستن که مراد کردن حفظ الصحه هف فردی و اجتماعی است یعنی خود تفلکار هم باید تعلیم داده شود که قبل از اینکه غذا میخرندشون با آب و صابون و پاک شستشوبونه بعد از اینکه هر دفعه مواد می میکنن از تشناب بیرون میشن باید دستا با آب و صابون شسته شود و امی رقم افضل اجتماعی است و دیگه ای که از غذاهای شب مانده استفاده نکنن آب هایی استفاده میکنن آب سیحی بوده باشه و ظروف را که از او استفاده میکنم برای آشامیدن آب ظروف سیحی و پاک بوده باشه و بخصوص از قرار دادن مواد غذایی در مقابل گرد خاک جلوگیری بکنن و دیگه ای که خوبیشی است که پیشتر گفتیم یکی از راه های وقایع زیر تفلای ماه تناب و شیر مادر تغذی شوند و طفلای بعد از ماه خیچی شوند بعد از شش ماه در پولی شیر مادر میتونن که غذاهای دیگی را در رژیم غذاییشان افزود بکنن و افزود کردن رژیم غذایی هم قسمی است که بعد از شش ماهگی طفل میشه که در یک هفته یا دو هفته اول یک نوع غذا را برش امتحان بکنن از جمله مثلا یک شوله بوده باشه یک یعنی ب... غذاهایی که بیشتر مایع باشه مایه بوده سوپ باشه اینجا باشه. بوده باشه سوپ ترکاری بوده باشه از این میشه استفاده بکنه ولی ده همزمان کلشه برو طفل ما شش ماه شده گفته تمام یک جای استفاده مهم. نکنن چرا که طفل سازگار با هضمی سازگار, بل... بل... سازگار با محیط غذایی بیرونی نمی باشه و همین است که خوب است که در هر هفته یک نوع مواد غذایی را اضافه بکنن اگر کدام استفراغات پیش پیدا میشه و اسهالات پیدا میشه و یا انتفاق بدنی و چیزا پیدا میشه میشه از اون غذا پس دوباره اینا جلوگیری جلو بکنه اجتناب بکنه داقا. و دیگر رای وقایشی است که خوشبختانه وزارت ساعت افغانستان واکسین را در مقابل یک نوع ویروس خاصی که بیشترین عامل سببی اسهاله در بین انتانات تشکیل میته که ویروس روتا می بله. خوشبختانه واکسین به نام واکسین روتا در در 34 ولایت کشور در تمام کلینیک های سی او شفاخانه ها به دسترس قرار داده که به صورت رایگان میشه مادران اطفال زیر یک سالشان با امی نو واکسین وقایه بکنند کی سیزدهمین واکسین است که در جمع دیگه واکسین هایی که از جمله واکسین تیتانوس از دفتری است و واکسین سرخکانی است اضافه شده و چو خای مادران طفل خود ببره به واکسین گفته این واکسین در دو دوز داده میشه دوز اولش در شش هفتگی است دوز بعدیش در ده هفتگی است که از طریق فمی بر طفلشان توصیه میشه و رایگان می باشه در نزدیک ترین کلینیک پیشان قرار داره میشه که در دسترس شان باشه برند بسیار خوب در رابطه به که یک شخص یا خصوصا نزد اطفال ای آفت معمول است ایجاد میشه وقتی که با چنین اراز و علائم و شکایت های عمدی که پیشک نزد دکتر یا کلینیک شفاخانه مراجعه میکنه بهترین تداوی یا بهترین شیوه تداوی از نظر شما برای یک طفل یا نوزاد یا شخصی که به این آفت مصاب است بهترین تداوی چی بوده میتونه قبل از اینکه ما تداوی رو بگوییم خوب است که بفهمیم کدام خطر عمده ایجاد میکنه مهم. که ما تداوی بکنیم بسیار خوب دو خطر عمده ایجاد میکنه یکیش زیای آب بدن است یا کم شدن آب بدن است امه. که برش دی هایدریشن میگن دقیقاً که بسیار اولین خطر اومدیش از باعث سالمی است و دیگهش سوی تغذی شدید است که هر دوی از اگر جلوگیری نشه تداوی نشه طفل به کام مرگ میکشانه و امی شده که واقعات مرگومیر از باعث سالات هم در جهان زیاد است خب چطور بفهمن مادران که اول طفلشان کماب دچار کمابی بدن شده امه. یک تعداد یک وقت چون وقت را گفتیم زیاتر ویروس ها میتونه باشه این میتونه که از ساعت ها تا روزها دوام بکنه که اگر تا 14 روز یا کمتر از چهارده روز دوام میکنه این یک اسهال ای هات میگن برش و اگر از چهارده روز تا یک ماه دوام میکنه یک اسهال هست که برش پرسستن دیاریه و اگر بیشتر از یک مدام میکنه که یک اسهال مزمن یا کرونیک است خب اکثر اوقات اسهال حاد می باشه که میتونه یک روز دو روز سه روز یا چند ساعت دوام بکنه که یک تعداد وقت از این است که دوچار طفل دوچار بدن نمیشه ولی یک اکثر وقت هست که دوچار کمابی بدن میسازه حال <تصفح> چطور بفهمن که مادران طفلشون دچار کمابی بدن شده یک دیهایدریشن متوسط داریم یا کم آب شدن متوسط بدن است و دیگه شدیدش است در چطور که متوسط است طفل مخارش میشه طفل تشنگی پیدا میکنه یعنی تمایل زیاد برای نوشیدن پیدا میکنه و طفل کار اگر ببینین دور چشمشان علقه میزنه یا فرو رفته میباشه و در پولی ازی غشای مخاطی دهنشان خشک است و عشقشان وقتی گیریه میکنه کم میشه اگر چونین علایم را اگر پیش طفلشان دیدن بفهمن که طفلشان دچار کمابی بدن شده و عاجل به یک مرکز مراجعه بکنن و مهم. چطور بفهمن که شدید دچار کمابی بدن شده اگر طفلشان به حال میشن از نوشیدن و مکیدن و خوردن میمانن مهم. و تمایل برای نوشیدن آب نمیداشته داشته باشن شدیدن بسیار زیاد غشای مخاطی دهنشان خشک است و بلی. اصلا اشک جاری نمیشه در جریان گریه و این تفلاک ها دچار کمابی بدن به صورت شدید شدن که نیاز به با بستری می باشه اینا ضرورت به گرفتن مایات از طریق ورید هستن که پس دوباره اموز زیای آب بدنشان اصلاح شود و چطور مادران خوبترین تداوی از تداوی میتونه که اول خانگی هسته که مادران پیش ازی که طفلشان به وخامت پیش بره خانگی باید کمک بکنن برشان او قسمی هسته که دفعات مواد غذاییشان از زیاد بسازن <applause> اگر طفل شیرخور از شیر دادنش از زیاد بسازن و دادن مایات بسیار زیاد کش بکنن <applause> آب جوشانده برشان استفاده بکنن اگر مح... پودر وارس در خانه هایشان موجود میباشه <applause> از محلول وارس یک پوریش در چهار گلاس ها و بود میتونن که طفلشان با او با هر فیل دفع مواد غذایی که میکنن میتونن از طریق محلول وارس اینا را سراب بسازن و دیگه ای با. که اگر محلول وارس در دسترس شان نمی باشه میتونن خودشان همین چیزا جور بکنن با خود آب را که جوش میتن و یک قاشق نمک و شش قاشق بوره را مخلوط بکنن یک محلول جور میشه که میتونن طفلشان تا که اگر طفلشان در کلینیک و شفخان انتقال میتن در مسیر می را میره اگر در خانوم باشه بله. سیرام باشن, باشن، تداوی خانگی یا راهکارهای بسیار ساده تداویش عامل سببی هست که و پیش دکتر مراجعه میکنه عامل سببیش پیش تشخیص میشه عامل سببیش برطرف میکنه تداوی میشه و بسیار خوب است که دو گپ عمده که دادن زنک و کپسول ویتامین ای ویتامین ای را اگر دکترها دکتر سایبا حتمی توصیه میکنه مادران غفلت نکنه یک دوزش هسته با چکاندن روغنش میشه تداوی صورت بگیره و دیگه برای دکتر سایبا اما تابلیت زنک برشان توصیه میکنه اگر طفل سیر ششما باشن به صورت ده میلی گرام برشان اگر تابلت های 20 میلی گرم اکثران در کلینیکا موجود است که نصفشه میشنن آب بکنن و او را بتن و این اینمی دادن اکثر مادرها که دو روز سه رو خو... سالیش خوب شد باز دوایی که توصیه کرد قطع میکنند یعنی تعقیبی تداوی را ادامه میدن و به خصوص دادن اینمی زنک را که دکتر صاحب ها در کلینیک یا در شب... معاینه خانه شخصی توصیه میکنند ایره تا ده دا روز ادامه بدن که سر خوب ممنون از اینکه دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردین تشکر از شما از خوب برنامه اکسیژن ادامه برنامه را پس از یک کوتاه دنبال کنید